این چشم انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. درود بر شما، داریوش رجبیانم. شنبه است 16 فروردین، 4 آوریل، در روزی که ماسک بهداشتی خبر اول جهان شده و سازمان جهانی بهداشت در حال بازنگری موضع خودش در این مورد است. از الان مسئولین بهداشتی و سیاستمدارا این رو مشخص کنن که هر کسی چه ماسکی رو بهتره که بپوشه. طبعاً و به ناچار از سازه‌های کرونایی در جهان خواهیم گفت و همینطور در ایران و افغانستان گفتگویی هم داریم درباره خوشبینی‌ها در میان برخی از مقام‌های ایران که به فکر از سرگیری کار واحدهای تولیدی افتادند. شیوه‌های تازه ردیابی جابجایی و تردد مردم در کشورهای کرونا زده در این باره هم گزارشی داریم. سرآغاز تازه‌ترین خبرهای جهان از رادیو بی بی سی در لندن چشم‌انداز بامدادی. بله، کروناست که به سبک و سیاق برنامه ما هم دست برده. مقررات دوری گزینی یا فاصله گیری اجتماعی روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود اینجا در بی بی سی هم، و به همین دلیل هم این استودیو مختص حضور گوینده برنامه شده و تهیه کننده برنامه که امروز محمد صباحی است در آن حضور ندارد و بخش خبری را که او تضمین کرده من عرضه می‌کنم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح بین المللی همچنان در حال افزایش است و تا این لحظه آزمایش کرونایی نزدیک به 1,100,000 تن مثبت اعلام شده. بیش از 58,000 تن هم جان باختند. آمریکا به خبرسازترین کشور کرونایی در 24 ساعت گذشته تبدیل شده. شمار جان باختگان در این کشور در یک روز به 1,300 تن رسیده که بیشترین شمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در عرض یک شبانه روز در کل جهان تا کنون است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مردم کشورش توصیه کرده که در مکانهای همگانی از ماسک صورت استفاده کنند یا پارچه‌ای را روی صورت خود بکشند. آقای ترامپ همچنین گفته است که اجرای این توصیه داوطلبانه است و خود او چنین کاری نخواهد کرد. کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد. در چند روز گذشته شهرداری‌های نیویورک و لس‌آنجلس به مردم ساکن این شهرها توصیه کردند که بیرون از خانه هم ماسک بزنند. نهاد فدرال مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا CDC هم حالا چنین توصیه‌ای به همه شهروندان در همه ایالت‌ها کرده، چرا که به این نتیجه رسیده که ویروس کرونا حتی توسط افرادی که به ظاهر سلامت هستند هم منتقل می‌شود. یک اقدام احتیاطی داوطلبانه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته آن را به همه مردم توصیه کرد، اما گفت خودش فعلا قصد انجام آن را ندارد. خبرهای جهان از بی بی سی در لندن. در افغانستان کشمکش بر سر پست رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد. یک سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان که او هم مراسم تحلیف رئیس جمهوری را برگزار کرده، هشدار داد که اگر به زودی میان آقای غنی و عبدالله توافق سیاسی صورت نگیرد، آنان معرفی اعضای کابینه و والیان را در چارچوب دولت همه شمول یا فراگیر آغاز می‌کنند. پیش از این رئیس جمهور غنی به آقای عبدالله پیشنهاد داد که ریاست شورای عالی صلح را به عهده بگیرد و با صلاحیت‌های یک معاون رئیس جمهور. آقای غنی این پیشنهاد را در جمعی از اعضای پارلمان در ارگ رئیس جمهوری داده که برای میانجیگری میان دو رقیب سیاسی با هر دو دیدار کردند. موضوعی را که من پیشنهاد میکنم که شما هم رئیس دکتر سب عبدالله به نتیجه برسید، مدیریت و زعامت پروسه صلح است. تکرار میکنم، مدیریت و زعامت پروسه صلح افغانستان. به ایمان قش سیاسی افغانستان باید متحد شوه، یعنی وسیله از این شورای عالی صلح هست، یعنی یک شورای عالی صلح ایجاد شوه، جناب دکتر سب ریاست شورای عالی صلح رو انجام بده. پروتکلشان پروتکل یک معاون رئیس جمهور. تفصیلات این خبرها و خبرهای بیشتر در تارنمای bbcpersian.com. بله، باز هم درود بر شما که به چشمانداز بامدادی پیوسته اید. نخستین بخش خبری و تحلیلی بی بی سی فارسی در بامداد شنبه 16 فروردین 4 آوریل. داریوش رجبیان هم در لندن با آرزوی دوری یکایی که شما از بلایای روزگار که این روزها مهمترینش همچنان کروناست. به فهرست اهم رویدادهای جهان در بخش جهانی بی بی سی که نگاه میکنم، سر تا پا مربوط به شیوع همین ویروس است در سراسر جهان و پیامدهای آن از جمله پیامدهای اقتصادی. رئیس صندوق بین المللی پول گفته که همه‌گیری ویروس کرونا بحران اقتصادی پدید آورده که سابقه نداشته. کریستالینا گیورگیوا گفته که در تاریخ این نهاد مالی بین المللی هرگز شاید چنین ایست اقتصادی نبودند که حالا هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مقام‌های بهداشتی این کشور برای جلوگیری از گسترش دامنه کرونا توصیه‌هایی کردند که خود او مراعات نخواهد کرد. سازمان دولتی بهداشت آمریکا به مردم توصیه کرد که در اماکن اجتماعی ماسک بهداشتی روی صورتشان داشته باشند. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای آسیب دیده از شیوع کرونا هشدار داده که در برداشتن محدودیت‌ها شتاب نکنند. از ایران هم طبعاً خبرهای کرونایی بسیاری داریم که سراغش را خواهیم گرفت بعداً، اما خبرهای کرونایی جهان طبق معمول این روزهایی که دوتا نیست، همکارم مهنوش پورزیایی نگاهی به این خبرها دارد. تدروس گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی از تمام کشورها خواسته موانع مالی برای برخورداری شهروندانشان از بهداشت و درمان را بردارند. آقای گبریسوس از کشورهای جهان خواسته با استفاده از برنامه‌های رفاه اجتماعی مطمئن شوند شهروندانشان غذا و مایحتاج اولیه خود را دارند. به گفته او اگر مردم به دلیل مشکلات مالی مراجعه به پزشک را به تأخیر بیاندازند، نه تنها جان خودشان به خطر می‌افتد، بلکه مقابله با همه‌گیری دشوارتر خواهد شد و کل جامعه در خطر قرار می‌گیرد. در همین حال رئیس صندوق بین‌المللی پول با بی‌سابقه توصیف کردن شرایط اقتصادی جهان گفته در تاریخ این سازمان هیچگاه اقتصاد جهان این چنین از گردش نیفتاده. کریستالینا جورجیوا گفته است تاکنون 90 کشور از صندوق 1 تریلیون دلاری صندوق جهانی پول درخواست کمک کردند. در همین حال بانک توسعه آسیا هشدار داده بحران کووید 19 بیش از 4 تریلیون دلار خسارت برای اقتصاد جهان به بار خواهد آورد. تاکنون نزدیک به نیمی از مردم جهان، یعنی بیش از 3 میلیارد و 900 میلیون نفر، به دستور دولت‌ها خانه نشین شدند و تنها در موارد اضطراری قادر به ترک خانه هایشان هستند. روز جمعه ایتالیا علی‌رغم اینکه بالاترین میزان تلفات یک روزه خود در بحران کرونا را داشت، اعلام کرد تعداد موارد جدید ابتلا به ویروس در این کشور 4% افت داشته. برخی مقام‌های این کشور بر این اساس ابراز امیدواری کردند که شرایط آهسته آهسته بهتر شود. در ترکیه مقررات منع آمد و شد به جز موارد اضطراری گسترش یافته و برخلاف قبل که تنها شامل افراد بالای 65 سال میشد، حالا تمامی افراد بالای 20 سال را در بر میگیرد. آمریکا نیز روز جمعه بالاترین آمار قربانیان ناشی از کووید 19 در یک روز را تجربه کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 1094 آمریکایی جان خود را بر اثر این ویروس از دست دادند. همزمان دولت آمریکا به شهروندانش توصیه کرده هنگام خروج از خانه صورتشان را با پارچه یا ماسک پارچه‌ای بپوشانند. دکتر فاچی رئیس مرکز کنترل آلرژی و بیماری‌های ریوی آمریکا خواستار صدور دستور ملی خانه نشینی برای کل آمریکا شده و از کندی دولت در این زمینه انتقاد کرده. با این وجود آقای ترامپ بارها گفته که با قرنطینه سراسری موافق نیست و باید زندگی و کسب و کار در نقاطی که شیوع کرونا بالا گزارش نشده ادامه بیابد. و در قاره دیگر آفریقای جنوبی با تدابیری جدی توانسته به سرعت وارد عمل شود و روزانه بیش از 30,000 نفر را برای مشخص شدن ابتلا به ویروس کرونا آزمایش کند. دولت توانسته با تدابیر خود به سرعت مبتلایان به ویروس را شناسایی و تحت درمان و قرنطینه قرار دهد. گزارش بود از مهنوش پورزیایی در واشنگتن آمریکا. پیش از اینکه به موضوع کرونا در ایران بپردازیم، این را هم بگویم که در ادامه برنامه یک متخصص پزشکی مهمان ما خواهد بود. می توانید از همین حالا پرسش‌های کرونایی خودتون را برام بفرستید که سر فرصت تر کنم. در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمار رسمی بالا رفته و به بیش از 53,000 تن رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با درگذشت 134 تن دیگر در یک شبانه روز، آمار قربانیان این ویروس به 3300 تن نزدیک شده. سعید نمکی در نامه‌ای که شامگاه گذشته منتشر شد، خطاب به رئیس جمهور درباره تصمیمات به گفته او آتش به اختیار هشدار داده است. همکارم علی همدانی از جزئیات این تازه‌ترین اظهارات وزیر بهداشت ایران در کنار تازه‌های بحران کرونا در ایران می‌گوید. قای مقام وزارت صنعت در ایران از واحدهای تولیدی خواسته بود شنبه کرکره ها را بالا بکشند. اقدامی برای به گفته او جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی. حالا وزیر بهداشت ایران براشفته.
سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تایید نباشد، شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اعتراضی نسبت به دستور یک همکار خود در کابینه و شاید علیه آنچه اینجا و آنجا بدون اطلاع نهادهای مسئول در امور بهداشتی در ایران صورت می‌گیرد. صدای نوح خانی در یک پایگاه مقاومت بسیج در حالی که اعضا مشغول پر کردن بطری الکل هستند برای ضد عفونی. مسجدی به خیاطخانه تبدیل شده تا نیروهای مقاومت بسیج در آن ماسک بدوزند و موتور سوارهای گشت مشغول سنپاشی خیابانها با تصاویر قاسم سلیمانی که به دستگاه‌های سنپاششان چسبانده شده. شبکه‌های اجتماعی اما روایتگری متفاوت. تصاویر تازه‌ای از خیابان شوش در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد با تعطیل شدن مراکز نگهداری و بازپروری معتادان به مواد مخدر، آنها در خیابان‌های شهر رها هستند. در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 53,183 نفر رسید، در مجموع 3,294 نفر هم جان دادند، آماری که دولت منتشر کرده و بسیاری به آن به دیده تردید می‌نگرند. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران در گفتگو با صدا و سیما گفته شرایط بیماری کووید 19 در تهران هنوز به ثبات نرسیده و نباید فریب کاهش مراجعات به مراکز درمانی را خورد. او از دولت خواسته تا تعطیلی عمومی را تمدید کنند. تخت ویژه و مراقبت‌های ویژه و ICU ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت ICU داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است. در حالی که حسن روحانی در این جلسه هیئت دولت روز 13 فروردین گفته بود کمبودی وجود ندارد، گزارش رسانه‌های ایران از کمبود در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی حکایت دارد. یک عضو کارگروه‌های بیمه و درمان هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کمبود ماسک و دستکش به ویژه در بیمارستان اصلی فیاض بخش خبر داده. او همینطور گفته دست کم 2 نفر از کادر درمانی این بیمارستان در تهران جانشان را از دست دادند. انتقادها از عملکرد حکومت همچنان در صدر خبر هاست، از جمله به وزیر کشور دولت حسن روحانی. بهرام پارسایی نماینده مجلس گفته در پی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد تعویق انتخابات مجلس مطرح شد اما وزارت کشور با آن مخالفت کرد. آقای پارسایی گفته وزیر کشور یک روز پس از برگزاری انتخابات در جلسه‌ای گفته بود که از وزارت کشور خواسته شده بود تا انتخابات را دست کم در قم به تعویق بیندازد که به گفته آقای پارسایی وزیر کشور مقاومت کرد، تمکین نکرد و پیشنهاد رد شد. این نماینده مجلس ایران همینطور از قربانی شدن گسترده کادر درمانی در ایران انتقاد کرده و گفته فقدان تصمیم درست در زمان مناسب باعث شیوع کرونا در ایران شده. این نماینده در انتقادش از مدیریت بحران کرونا در ایران تنها نیست. مقامات دیگر هم از تعلل و کوتاهی‌ها در گرفتن تصمیمات سرنوشت‌ساز انتقاد کردند. آنها میگویند تبلیغات حکومتی درباره آنچه ضعف مدیریت کرونا در کشورهای غربی از جمله آمریکا می‌خوانند نباید پوشاننده عیوب داخلی‌ها باشد. کرونا برج بلند ابهامات و بار دیگر میدانی برای آزمایش مدیریت بحران در جمهوری اسلامی. همگونی که در گزارش علی همدانی شنیدیم، همزمان با آغاز به کار ادارات دولتی و بانک‌ها در ایران، وزیر بهداشت در مورد هر گونه اقدام تایید نشده برای آغاز به کار واحدهای تولیدی هشدار داده و گفته که پیامدهای چنین کاری میتواند شتابان دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را بگیرد. واکنش آقای نمکی به نامه قائم مقام وزارت صنعت ایران بود که به واحدهای تولیدی ابلاغ شده که نسبت به بازگشایی کسب و کار میتوانند اقدام کنند. این هشدارها پس از ابراز خوشبینی حسن روحانی رئیس جمهور ایران مطرح می شود که گفته بود روند شیوع ویروس کرونا در همه استانها بدون استثنا شروع به سیر نزولی کرده. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و همچنین پژوهشگر پزشکی اجتماعی در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همین حالا با ما هستند برای تحلیل این موضوع. شب شما در آمریکا بخیر آقای دکتر عطاری. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای آسیب دیده از شیوع کرونا هشدار داده که به این زودی در برداشتن محدودیت‌ها شتاب نکنند، اما موج خوشبینی برخی از نهادهای دولتی ایران رو در می‌نورده و صحبت از احتمال بازگشایی کسب و کار هم شده. تا کجا این کار بایسته است به نظر شما؟
بله، همونطور که بارها و بارها گفته شده، حداقل ما باید دو دوره کمون از این ویروس در واقع بگذره و ما ببینیم که این شیوع سیر نزولی پیدا کرده، یعنی حداقل 28 روز ما سیر نزولی داشته باشیم تا بتونه فعالیت ها به روال عادی برگرده. خب این مسئله ناشی از یک مقدار تبلیغاتی هست که طی 10 روز گذشته در واقع شروع کرده دولت، و یه مقدار زیادش هم ناهماهنگی و عدم نفوذ صحبت‌های آقای روحانی در بدنه خود حکومت هست. قبل از این ما ناهماهنگی رو بین دولت و نهادهای دیگه مثل سپاه، بسیج و بقیه قسمت‌ها می‌دیدیم، اما الان این ناهماهنگی و عدم تصمیمات واحد رسوخ پیدا کرده به خود بدنه دولت و اعضای هیئت دولت هم هر کدومشون یه سازی می‌زنن و این خیلی خیلی بد هست، به خصوص برای مخاطبینشون و مردمی که باید مطابق اون دستورات در واقع عمل بکنن، و الان مطابق این دستورات ناهماهنگ باعث شده که مردم خیلی اعتماد، همونطور که قبلا هم نداشتن، الان بیشتر بی‌اعتماد بشن و واقعا سرگردون باشن که ندونن چه کار بکنن. ولی واقعیت این است که هنوز ایران به اون مرحله نرسیده که ما بتونیم این قرنطینه‌های احتمالی و یا محدودیت‌ها رو کم بکنیم. ولی به هر حال آقای دکتر عطاری، کشورهای گوناگون در مورد میزان اعمال محدودیت‌های اجتماعی و کاری می‌دونیم که اتفاق نظر کامل ندارن. در برخی از کشورها محدودیت‌ها خیلی زود و با سختگیری و مقتدرانه به اجرا در اومده، مثل چین مثلا، و در برخی از کشورهای دیگر دیرتر و یا با سختگیری کمتر مثل سوئد در اروپا. دلیل این تفاوت رویکرد چیه و آیا میشه بر پایه اون رویکرد قائم مقام وزارت صنعت ایران رو توجیه کرد؟ در همه اینها یک پلن و یک در واقع رویکرد مشخص هست و اون فاصله گذاری اجتماعی، به این معنا که مشخص هست که اگر رعایت بشه این فاصله گذاری اجتماعی و عدم تماس بیماران یا ناقلین با بقیه افراد، بیماری قابل کنترل تر خواهد شد. اما روش های ارائه این در واقع این پلن متفاوت هست. در کشوری مثل سوئد که اعتماد متقابل دولت و مردم وجود داره، خب اینها از اقدامات سختگیرانه کمتری شروع کردن، ولی به محض اینکه نیاز باشه، به دلیل ارتباط محکم و لحظه‌ای که بین دولت و مردم هست، میتونن اینها رو تغییر بدن به شرایطی که لازم هست. در بقیه کشورها هم همینطور، اما همه از یک پلن واحد در واقع دارن دنبال میکنن. پلن واحد رو هیچ کشوری ما مثل ایران نمیتونیم ببینیم که اصلا دارای پلن نیست. هر کدوم یک سازی میزنن، در واقع نیروهای نظامی و انتظامی دارن یک مسیر رو میرن، خود دولت هم در دو مسیر جداگونه. این نشون دهنده این است که واقعا یک پلن واحد یا یک رویکرد واحدی در اینجا وجود نداره و این رو نمیشه مقایسه کرد با چین یا کشورهای دیگه که پلن های متفاوت دارن، به دلیل اینکه اونها رویکردشون همون فاصله گذاری اجتماعی است، منتها با رویه های مختلف. حالا از یک مقایسه دیگه بگیم آقای دکتر عطاری، آیا از مقایسه آمار کشورهای مختلف و خط مشهایی که داشتند تا اینجا میشه نتیجه گیری کرد که چه سیاستی کامگارتر بوده در این راستا؟ مسلماً کسانی که در ابتدا شروع کردن این اقدامات رو موفق تر بودند، یعنی در اون لحظه اول و اولین مورد شیوع در کشورشون اقدامات سختگیرانه رو شروع کردن موفق تر بودند. ما حتی در همسایه‌های خودمون تاجیکستان می‌بینیم که به محض اینکه نمونه‌های مشکوکی رو دیدن، اقدامات بسیار سخت شروع شد، یا کشورهای دیگه‌ای که میشه مشابهات زیادی رو در واقع مثال زد. اما کشورهایی که دیر این اقدامات رو شروع کردن، که متأسفانه آمریکا هم جزو اون کشورها هست و در یکی دو هفته اول در واقع باور زمامداران این نبود که بخوان اقدامات سختی رو انجام بدن، الان عواقبش رو داریم میبینیم. هرچند اقدامات الان بسیار سختگیرانه و در واقع کنترل ها داره بیشتر و بیشتر میشه، اما این باز زمان میبره تا بتونه تحت کنترل در بیاره و این زمان از دست رفته و این در واقع آماری که این روزها ما داریم میبینیم برمیگرده به اون اهمال کاری هایی که ظرف 2 هفته گذشته انجام شد. پس کشورهای موفق بودن در جواب سوال شما که اقدامات رو در روزهای اول و به شکل سختگیرانه انجام دادن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، سپاسگزارم از حضور شما در چشم انداز بامدادی بی بی سی. شما شنونده ها و بیننده های برنامه هم میتونید در این موارد طبعا نظر بدین، از تجربیات و چشم دیدهای خودتون بگین و از اینکه تا کجا از دید شما ایران حاضر به بازگشت به حالت عادی فعلا. حتی آمار رسمی نشون میده که میزان ابتلا به ویروس کرونا سر سعودی داشته و ظاهرا تا نقطه اوج این همگیری همچنان فاصله داریم. آیا از سرگیری کسب و کار در چنین حالتی به صلاح کار هست یا نه؟ چرا؟ نظر بدین تا بخونم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. بله، چشم به راه دیدگاه های شما هستم و اما ایام نوروزی به سر رسید و روزنامه های تهران از تعطیلات برگشتن، البته نه به شکل کاغذی بلکه رو خط یا آنلاین، اونطور که وزارت ارشاد خواسته. به عنوان یکی از تمهیدات جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ایران، نخستین شماره های سال 1399 روزنامه های صبح امروز تهران رو با فرشته غازی، روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتای آمریکا مرور کنیم. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع می کنیم با وقتی مطبوعات را نمی توان شست از اعتماد، سیاسی بازی به بهانه کرونا از وطن امروز و اپیدمی فرار از زندان از همدلی. خب خانم قاضی، بالاخره کرونا دامان مطبوعات ایران رو هم گرفت و یا در واقع وزارت ارشاد جلوی انتشار کاغذی روزنامه ها رو گرفته در ایران و امروز ما و شما این روزنامه ها رو در شکل برخط یا آنلاینشون مرور میکنیم که البته از راه دور همیشه همین کار میکردیم. روزنامه اعتماد به همین موضوع پرداخته و میگه که این آخرین ضربه به مطبوعات کاغذیه و باید یه فکری به حالش کرد. چه فکری؟ همینطوره، این دستورالعمل توقف چاپخونه ها که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده با انتقاد شدید همه روزنامه ها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب مواجه شده. سینا قنبرپور در روزنامه اعتماد این دستورالعمل رو آخرین ضربه به مطبوعات کاغذی خونده و نوشته علاوه بر احتمال بیکاری در چرخه تولید مطبوعات، اهم از تولید محتوا تا چاپخانه، توزیع و عملیات جانبی اون، کرونا حیات و غایت مطبوعات رو به چالش کشیده. دیگه با بحران کاغذ یا نبود آگهی و عدم حمایت دولت از مطبوعات مواجه نیستیم. اقتصاد که قلب تپنده مطبوعاته، یعنی سازمان آگهی های هر مطبوعه‌ای از اون تعمیم میشد، اینک به شدت آسیب دیده. وقتی آگهی نباشه روزنامه هم نیست و بدیهی هست که در چنین شرایطی وقتی درآمدی برای روزنامه و چرخه تولید اون نباشه، کارکنان اونها هم اهم از خبرنگار و دیگر عوامل هیچ دستمزدی نخواهند داشت. پیش از اینکه با شما صحبت بکنم خانم قاضی، هرچی گشتم هیچ کشور دیگری رو پیدا نکردم که چنین حالتی رو داشته باشه، ممنوعیت انتشار روزنامه کاغذی رو، و روزنامه وطن امروز دقیقاً روی همین موضوع انگشت گذاشته که در هیچ کشور دیگری این اتفاق نیفتاده و میگه که این تصمیم عجیبه و سیاسی بازیه. نه، همینطوره، روزنامه وطن امروز این تصمیم رو در واقع نوشته در حالی گرفته شده که اخیراً قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار رو به همه استان‌ها ابلاغ کرده. در واقع دولت یک رفتار دوگانه در مواجهه با فعالیت رسانه‌های مکتوب داره. از طرفی به بهانه جلوگیری از شیوع کرونا دستور توقف فعالیت‌های مکتوب رسانه‌ها رو داده، از سوی دیگه اصناف اجازه یافتن فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرن. وطن امروز نوشته که با حذف چاپ روزنامه‌ها، عملاً بخش مهمی از بدنه اجتماعی که به دلایل متعدد دسترسی یا تمایل به کسب اخبار از رسانه‌های دیجیتال ندارن، از زنجیره آگاهی بخشی حذف میشن. اما نکته مهم اینه که هیچ کدوم از کشورهای درگیر کرونا دست به چنین اقدامی تا حالا نزدن. و در این بحبوحی اپیدمی کرونا، روزنامه همدلی به یک موضوع دیگر پرداخته، به درگیری ها در زندان ها و موارد فرار از زندان که زندان سقز یک نمونش بود. مظاهر گودرزی در این روزنامه بالا بودن تعداد زندانی ها و شرایط سخت مرخصی در بحران شیوع کرونا رو سبب درگیری های اخیر در زندان ها در ایران دونسته و نوشته که زندان ها با تجربه احساس خطر از شیوع کرونا در میان زندانی ها، یکی از جاهایی که امکان تعطیلی کاملش وجود نداره، امکان نگهداری تمام زندانی ها هم در زندان مهیا نیست. بحث روحی و روانی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا که وارد زندان ها شده باعث شده که موجب بحران بشه.
و این نگاه اول امروز بود به نخستین روزنامه های صبح تهران در سال 1399. از فرشته قاضی بعداً به روزنامه ها برمیگردیم. حالا با جلال فرهنگ ببینیم که از ایران دیگر چه خبر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران برای ارسال تجهیزات پزشکی درخواستی از آمریکا نکرده است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت اگر ایران چنین درخواستی را مطرح کند موضوع را به صورت دیگر بررسی خواهد کرد. پیشتر جو بایدن نامزد اصلی حزب دموکرات آمریکا در بیانیه‌ای خواستار تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده بود تا به گفته او کمک‌های انسان دوستانه به این کشور در میانه بحران کرونا ممکن شود. خبرگزاری صدا و سیمای ایران میگوید که 4 روز است که همچنان حساب‌های کاربری آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در توییتر به زبان‌های عربی، فرانسوی، اردو و حساب اختصاصی ویدیو مسدود است. دوشنبه گذشته حساب توییتر رهبر ایران برای دقایقی معلق شد و توییتر در پاسخ پرسش بی بی سی علت را اشتباه سیستم مقابله با اسپم این شبکه اجتماعی عنوان کرد. و کتاب اشراق درخت گوجه سبز اثر شکوفه آذر، مهاجر ایرانی مقیم استرالیا، به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر بین المللی 2020 راه یافت. خانم آذر و مترجم انگلیسی کتابش همراه با 5 نویسنده و مترجم دیگر به مرحله نهایی این جایزه معتبر جهانی راه یافتند. رمان اشراق درخت گوجه سبز سرگذشت یک خانواده 5 نفره ایرانی بعد از انقلاب 57 است که از نگاه بهار دختر 13 ساله این خانواده روایت می شود. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی. چشم انداز بامدادی. سپاسگزار از همراهی تک تک شما. از کرونا بیشتر بگوییم، به ویژه از راه های جلوگیری از ابتلا به این ویروس. برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ماسک بزنیم یا نه؟ این پرسشی است که کارشناسان و مشاوران سازمان جهانی بهداشت در حال بازنگری آن هستند. در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از گسترش بیماری توصیه می‌کند که کسانی که بیمار هستند یا نشانگان بیماری را دارند از ماسک استفاده کنند و افراد سالم تنها در صورتی که نگران ابتلای احتمالی دیگران هستند یا خودشان سرفه و عطسه می‌کنند از ماسک بهره ببرند. از دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی در لندن، پرسیدم دلیل این نیاز سازمان جهانی بهداشت به تجدید نظر ناگهانی در مورد داشتن یا نداشتن ماسک چیست؟ دلیل اول اینه که مطالعات قبلی که انجام شده مطالعاتی بوده که روی ویروس‌های دیگه به اصطلاح سرماخوردگی آنفلانزا انجام شده و این مطالعات دقیقاً روی کووید 19 نبودن. این که ویروس‌ها چجوری تشکیل میشن، از دستگاه تنفسی چجوری دفع میشن، با چه سرعتی منتقل میشن، خب متفاوته بین ویروس‌ها و بنابراین این مطالعات یه مقدار فرق میکنه وقتی که شما به ویروس‌های مختلف و بیماری مختلف نگاه میکنید. مسئله دوم اینه که حقیقت اینه که ما سالهای سال که با اپیدمی به این سایز مواجه نشدیم به این اندازه و بنابراین افراد، کسانی که مشاورات علمی و پزشکی رو انجام میدن برای به اصطلاح دولت‌ها، خیلی به این مطالعات نگاه نکردن، در حالی که ما البته مطالعه کم نداریم، اما خب به هر حال پیدا کردن مطالعات با کیفیت بالا سخت‌تره و باید آمادگی باشه و این مدت یه زمانی برده که افراد مختلف متخصصین بیان این مطالعات قبلی رو جمع‌بندی کنن و با اینکه اینها راجع به کووید 19 نیستن، اما خب به هر حال ویروس‌های مشابه هستن و طرز انتقال هم یکیه و بنابراین اینها یواش یواش اومد مطرح شد در رسانه‌های مختلف علمی، مجلات علمی و گزارش‌ها و این همینطور لایه به لایه بالا اومد و به گوش مشاورای پزشکی رسید و اونها این رو انتقال دادن به سیاستمدارا. از یه طرف توی WHO هم همین اتفاق افتاده. WHO از همون ابتدا چند مطالعه رو به اصطلاح خودش کامیشن کرد که انجام بشه، ولی خب این مطالعه هنوز تو راهه. اما در این مدت به نظر رسید که مطالعات قبلی به اندازه‌ای بودن که نشون بدن که پوشش ماسک توی اپیدمی‌های به این شکل موثره. خب حالا می‌خواید مشخصا آقای دکتر مقدم نگاهی بندازیم به همه‌گیری‌های دیگر که نسل بشر تجربه کرده، مثلا به 102 سال پیش اگه برگردیم به آنفلوئنزای اسپانیایی و همینطور همه‌گیری‌های نسبتاً متأخرتر ویروس‌های مثل سارس و مرس، میشه بگین که در اون دوره چقدر توصیه می‌شد و تاکید می‌شد بر استفاده از ماسک؟ اگه نگاه کنید می‌بینید بارها مطالعات مربوط به ماسک و به اصطلاح جداسازی اجتماعی انجام شده
و حتی به مطالعات فیزیکی انجام شده که ببینن ذراتی که به وجود میاد از دستگاه تنفسی، ذرات کوچک و بزرگ چجوری پخش میشن. منتها جالب اینجاست که این مطالعات تبدیل نشدن به دستورالعمل و در ضمن خیلی شما وقتی به این مطالعات نگاه میکنید ببینید که به اصطلاح بهشون نگاه نشده، سایتیشن اونقدر نگرفتن و به نظر میرسه که تا دولت‌ها مجبور نبودن که به طور جدی به این مسئله نگاه کنن انگار خیلی بهش علاقه نشون ندادن. و به نظر میاد که حالا دولت آمریکا میخواد توصیه کنه که از ماسک یا شالگردن استفاده بکنن مردم. در مورد کیفیت و بازده ماسک‌ها، میزان تاثیرگذاریشون چه چیزی میتونیم بگیم؟ چون میدونیم که ماسک‌های مختلفی داریم، از ماسک‌های N95 تا ماسک‌های ویژه مثلا پرسنل پزشکی و ماسک‌های مختلف دیگر. کدوم یکی از اینها چه تفاوت‌هایی در واقع دارن و کدوم یکی از اینها موثرتره؟ سه تا مسئله رو ما باید در نظر داشته باشیم که ماسک رو برای چی باید بپوشیم، ماسک رو چه کسی باید بپوشه و چه نوع ماسکی باید استفاده شه. در مرحله اول ما ماسک میتونیم بپوشیم که جلوگیری ابتلای به بیماری، یعنی فردی که ماسک رو میپوشه هدفش اینه که بیماری رو نگیره. در حالت دوم شما ماسک رو میپوشید که اگر این بیماری رو دارید به بقیه ندید. یک حالت سومی هم وجود داره و اونم اینه که خیلی پوشش داده نشده ولی ممکنه که مهم باشه و اونم اینه که با پوشیدن ماسک ممکنه که شما ذرات بهتون منتقل بشه ولی با مقدار و دوز پایین‌تر و این ممکنه که موثر باشه در شکلی از بیماری که شما میگیرید. این ماسک رو چه کسانی باید بپوشن؟ ببینید ماسک رو میشه پرسنل پزشکی رو در نظر گرفت، افرادی که تماس مستقیم و دائمی دارن با ارباب رجوع یا افرادی که بیمار و آسیب پذیرن و یا اینکه عامه مردم. ما اگه به این مطالعه نگاه کنیم هر مطالعه اومده به یک سری از این گروه نگاه کرده. به طور خیلی ساده ما دو نوع ماسک داریم یا سه نوع ماسک اجازه بدید بگم. ماسک اول ماسک های پارچه‌ای که میبینید الان یکم شایع شده، ماسک هایی که حتی ممکنه شما تو خونه درست کنید. ماسک های دوم ماسک هایی که بهش میگیم ماسک سرجیکال یا ماسک جراحی، اون ماسکی که به صورت پارچه‌ای به نظر میاد، یعنی پارچه چند بار مصرف که روش از چند لایه است. و ماسک سومی که در آمریکا بهش میگن N95 و ما اینجا به اسم دیگه میشناسیم یا بهش میگیم FFP2 یا FFP3. ماسک سرجیکال و ماسک N95 ما میبینیم که پرسنل پزشکی و افراد توی خیابون رو میپوشن و اینا پوشش‌های مختلف میدن و بنابراین این مهمه که از الان مسئولین بهداشتی و به اصطلاح سیاستمدارا این رو مشخص کنن که هر کسی چه ماسکی رو بهتره که بپوشه. گفتگوی من بود با دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی در لندن. در این لحظات بامداد شنبه 16 فروردین 4 آوریل نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه در چشم انداز بامدادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مقام‌های بهداشتی این کشور برای جلوگیری از گسترش دامنه کرونا توصیه‌هایی کردند که خود او مراعات نخواهد کرد. سازمان دولتی بهداشت آمریکا به مردم توصیه کرده که در اماکن اجتماعی ماسک بهداشتی روی صورتشان داشته باشند. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته که همه‌گیری ویروس کرونا بحران اقتصادی پدید آورده که سابقه نداشته. کریستالینا گیورگیوا گفته که در تاریخ این نهاد مالی بین‌المللی هرگز شاهد چنین ایست اقتصادی نبودند که حالا هستند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران با درگذشت 134 تن دیگر در یک شبانه روز آمار قربانیان این ویروس به 3300 تن نزدیک شده. و بر پایه آمار وزارت بهداشت افغانستان تا کنون 274 تن در این کشور به ویروس کووید 19 مبتلا شدند و 6 تن هم به دلیل این بیماری جان دادند. درباره تازه‌های کرونا افغانستان که بهشون اشاره داشتن تا لحظات دیگر گزارشی داریم. از نقشه کرونا در گوگل هم خواهیم گفت و از موسیقی. دلم میخواد، باز دلم میخواد، یه یار تناز دلم میخواد، هوای شیراز دلم میخواد، یه بال پرواز دلم میخواد. خب چه کسی هوای شیراز دلش نمیخواد؟ نه محمد؟ از قضا محمد سبایی تهیه‌کننده برنامه‌مون اهل شیرازه که شکی ندارم بیشتر از همین ما و شما هوای شیراز دلش میخواد. داریم ما هم همینطور که دست کم ترانش رو داریم امشب، امروز در واقع در هفت شنبه این هفته تا حدود 17 دقیقه دیگه، پس لطفاً ما رو همراهی کنید. از افغانستان گفتیم. افغانستان هم از شیوع ویروس کرونا در امان نبوده. البته بر پایه آمار وزارت بهداشت این کشور تا کنون 274 تن در افغانستان به ویروس کووید 19 مبتلا شده اند و 6 تن هم به دلیل این بیماری جان دادند.
سازمان ملل متحد تایید کرده که یک کارمند محلیش در هرات به این بیماری مبتلا شده است. وزارت صحت یا بهداشت افغانستان میگوید که به زودی مراکز نمونه‌گیری کرونا در کابل را بیشتر می‌سازد و شمار بستر برای بیماران را هم افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خلیل نوری از کابل. در حال حاضر تنها در یک محل در کابل از بیماران مشکوک به کرونا نمونه گرفته می شود. شفاخانه افغان ژاپن. حالا با افزایش شمار مبتلایان وزارت صحت در نظر دارد تا مراکز نمونه‌گیری از افراد مشکوک را بیشتر سازد. پس از هرات در غرب و در همسایگی با ایران، کابل بیشترین افراد مبتلا به کرونا را دارد. در هرات داریم 199 واقع است. در ولایت کابل 32 واقع است. بغلان 2 واقع داریم، لوگر 3 واقع داریم، غزنی 2 واقع داریم، بدخشان 1 واقع. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت میگوید همچنان در نظر است تا تعداد بسترها را هم در کابل و هم در هرات افزایش بدهند. بر علاوه شفاخانه افغان ژاپن هفته آینده ما شاید چند کلکشن پوینت خواهد بودیم که سمپل های کجا می سمپل ها در نقاط مختلف شهر کابل از مریضا از خواهد شود که تصمیم از 4-5 نقطه کابل باشه با سمپلا و لابراتوارهای مرکزی و لابراتوارهایی که مربوط وزارت محترم زراعت میشه و جراوان خواهد شد که تشخیص شود. نقاط سمپل گیری را هم زیاد میسازیم و تعداد ظرفیت بسترها را هم در کابل بلند میبریم. انتظار میرود شمار این بسترها تا دست کم 5000 بستر برسد. دولت افغانستان برای مبارزه با کرونا کمیته را با بودجه خاص اختصاص داده. در تازه ترین مورد، بانک جهانی از تصویب کمک اضطراری 100 میلیون دلاری برای مبارزه با کرونا در افغانستان خبر داده. این بسته مالی با منظور تقویت خدمات صحی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در تمامی 34 ولایت ارائه خواهد شد. هنری کرال، نماینده بانک جهانی در افغانستان گفته با فراهمسازی این بسته کمک اضطراری توقع می رود سیستم بهداشتی افغانستان تقویت شده و از شیوع گسترده کرونا جلوگیری شود. این کمک در مهار خطر شیوع بیماری کووید 19 کمک خواهد کرد و سیستم بهداشتی در افغانستان را تقویت خواهد کرد. بانک جهانی از طریق این پروژه اضطراری افغانستان را همکاری می کند تا ضروریات خود برای آمادگی و واکنش به کووید 19 و کسرهای مالی ناشی از آن را مرفوع سازد. انتظار داریم این پروژه تا حد توان شیوع کووید 19 در کشور را محدود کند و در صورت افزایش در تقاضا به تداوی ارائه خدمات صحی در کشور را بهبود بخشد. دولت افغانستان از این اقدام بانک جهانی استقبال کرده و گفته امیدوار است به زودی در دسترسش قرار گیرد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک کارمند محلیش در هرات به ویروس کرونا مبتلا شده. در اعلامیه این سازمان آمده که این کارمند در تجرید به سر می‌برد. این اولین مورد است که یک نهاد خارجی رسما اعلام می‌کند که یک کارمندش به بیماری کووید 19 مبتلا است. پیش از این دولت افغانستان گفته بود که دو دیپلمات خارجی و یک کارمند محلی یکی از سفارتخانه‌ها به این بیماری مبتلا شده‌اند. خلیل نوری بود در کابل. با ادامه نگرانی‌ها درباره میزان رعایت فاصله گیری اجتماعی توسط مردم برای کند کردن شیوع ویروس کرونا، شرکت گوگل اعلام کرده که جزئیاتی درباره نحوه تغییر رفتار مردم در نقاط مختلفی از دنیا منتشر می‌کند. البته این گزارش‌ها شامل برخی نقاط از جمله مثلا ایران نیست. جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن. خیلی از شهرهای معمولاً شلوغ و پرتردد دنیا حالا متروکه به نظر می‌رسند. الان 4 میلیارد نفر، بیش از نصف جمعیت جهان، در نقاطی هستند که مقام‌های محلی خواستند مردم در خانه بمانند. از جمله اینجا در آمریکا، از افزون بر 90% مردم خواسته شده که بجز موارد ضروری از خانه خارج نشوند. از واشنگتن تا نیویورک و لندن، خیابان‌ها هیچ وقت اینطور خالی نبوده. حالا گوگل شروع کرده اطلاعاتی کلی ارائه کند درباره اینکه در هر منطقه مردم چقدر رفتارشان را تغییر دادند، شامل 130 کشور دنیا. که البته ایران بینشان نیست. بر اساس این اطلاعات مثلا معلوم می شود که بعد از هشدارها و اعمال محدودیت ها اینجا در واشنگتن پایتخت آمریکا رفت و آمد به مجتمع های خرید و مغازه ها 64% کم شده، همینطور تردد به خاروبار فروشی ها و داروخانه ها 30% کم شده، 41% کمتر مردم به پارک و فضای سبز رفتند، 68% کمتر در فرودگاه ها و ایستگاه های مترو و اتوبوس بودند، 47% کمتر به اداره ها و دفاتر کار رفتند و 14% بیشتر در نقاط مسکونی ماندند.
اینها اطلاعاتی است که گوگل تا قبل از این هم از طریق نرم افزار نقشش و همینطور دیگر اپلیکیشن هایی که مردم روی گوشی های همراهشان دارند به دست می آورده. ولی حالا این شرکت میگوید ارائه عمومی این اطلاعات به مقام های محلی و مسئولان درمانی می تواند کمک کند دقیق تر برای مهار شیوع ویروس کرونا تلاش کنند. و البته چنین اقدامی می تواند نهیبی بزند به برخی کاربرانی که آنقدرها خبر ندارند شرکت های مثل گوگل چقدر اطلاعات جمع می کنند. در روزهای گذشته مقام های آمریکا و اروپا از گوگل و بقیه شرکت ها مثل فیسبوک خواسته بودند اطلاعات بیشتری در اختیار پژوهشگران و سیاستگزاران بگذارند و البته تلاش بیشتری برای مبارزه با اطلاعات غلط درباره ویروس کرونا به خرج بدهند. هادی نیلی از واشنگتن گزارش میداد. اما امروز شنبه 16 فروردین روزهای صبح امروز تهران را داریم. فقط در فضای مجازی البته فرشته قاضی چند مطلب دیگر را هم مرور کرده. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با فاز جدید منازعه ایران و آمریکا در عراق از جهان صنعت. ترامپ به دنبال کلاه مذاکره از نمد کرونا، از کیهان و در نهایت هم کرونا و رفتار خاص بعضی مسئولین از آرمان ملی. خب در این بخش خانم قاضی از تحرکات تازه آمریکا و ایران در عراق بگیم، یا اونطوری که روزنامه جهان صنعت گفته آغاز یک فاز جدید از منازعه ایران آمریکا در عراق. صلاح الدین حرسنی در این روزنامه معتقده که شروع این منازعه جدید رو باید در ادامه تنش‌های میان آمریکا و شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران در یک ماه گذشته دونست. برخی از تحرکات جدید آمریکا هم به اعتقاد نویسنده در عراق بر شدت این منازعه جدید افزوده. از نگاه آمریکا این تحرکات جدید همون اقدامات پیشگیرانه لازمیه که قراره از اون کشور، یعنی از عراق، برای محافظت از نیروهای خود در برابر حملات احتمالی ایران و مجموعه های تحت ائتلاف اون استفاده بکنه. و این اقدامات پیشگیرانه هم ناشی از حراسیه که آمریکا در قبال واکنش و اقدام متناسب قطعی ایران داره، چرا که واشنگتن به این باور رسیده ایران نمیتونه اقدام آمریکا در واقعه ترور سردار سلیمانی رو بی‌پاسخ بگذاره. روزنامه کیهان در مطلبی که برگزیدین خانم قاضی معتقده که آمریکا دنبال کلاهبرداری تازه از ایرانه. چرا؟ روزنامه کیهان اشاره کرده به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. البته این اظهارات ایشون رو فریبکارانه خونده، مبنی بر اینکه ایران درخواستی برای کاهش تحریم‌ها نداشته تا اجازه داده بشه تجهیزات پزشکی به این کشور بره. کیهان هیاهوی تبلیغاتی خونده این اظهارات و نوشته که رئیس جمهور آمریکا گمان میکنه شروع کرونا فرصتی برای کلاهبرداری مجدد از ایران در پوشش مذاکره است، و در حالی که ترامپ در بحران کرونا در کشورش دست و پا میزنه جست ناجی به خود گرفته و پیشنهاد فریبکارانه مذاکره رو مطرح میکنه، اما هدف اصلیش برجامیزه کردن مؤلفه‌های قدرت در ایران هست و کرونا صرفا بهانه‌ای برای فریب مردم ایران. و نهایتاً کرونا و رفتار خاص بعضی مسئولان از روزنامه آرمان ملی که از سردرگمی‌ها در زمینه آمار تلفات کرونا نوشته. چی میگه دقیقاً؟ صادق زیبا کلام در این روزنامه از برخورد سیاسی و نگاه خاص مسئولین جمهوری اسلامی انتقاد کرده در رابطه با قضیه کرونا و نوشته بسیاری از پیامک‌هایی که توسط سایت‌های رسمی وابسته به بخش‌های مختلف میاد پر از آمار تلفات مربوط به آمریکا یا انگلیس هست، گویی که ظاهرا اگه 350 میلیون آمریکایی یا 60 میلیون انگلیسی در نتیجه کرونا از دست برن مشکلات ما در ایران حل میشه. آقای زیبا کلام نوشته سوال اینه که اگه دیگر کشورها نتونن از پس کرونا بر بیان چه افتخار و عظمتی برای ما خواهد بود. اگر آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا افزایش پیدا بکنه آیا این آمار در ایران کاهش پیدا میکنه؟ یا اگه تعداد فوتی‌ها در انگلیس در نتیجه کرونا خیلی زیاد بشه باعث خواهد شد آمار فوتی‌ها در ایران کاهش پیدا بکنه؟ به اعتقاد آقای زیبا کلام این مسئله باعث میشه مختصر اعتماد و اعتباری که برخی از مردم هنوز دارن نسبت به حکومت هم خدشه‌دار بشه، چون تنها چیزی که از ارائه این گونه آمار به دست میاد اینه که همچون برخی که منتظرن صاحبان متوفا بیان و از اونها تقاضای پول بکنن، انگار ما هم نشستیم که دیگران دچار مرگ و میر بشن، با این تفاوت که روشن نیست چه سودی عاید ما میشه. این هم از روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود. البته باید بگم که واقعا متاسفم که نمیتونم به همه پیام‌هاتون برسم، تلفن خیلی زیاد هست و فرصت بسیار کوتاه. بهزاد نوشته در فیسبوک ماسک کمک زیادی نمی‌کند. عیسی میگه آقای روحانی چرا شفاف اول عمل نمی‌کنید؟ با یک روز 13 به در هیچگاه بیماری همه‌گیر سر نزولی پیدا نمی‌کنه. به این ملت رحم کنید، این مردم هم تا حدی صبر دارن. محسن میگه کشورهای موفق بودن که فاصله بین مردم و مسئولان کم بوده و مردم به موقع نسبت به خطر آگاه شدند.
از تلگرام از سروش میخونم که خانه نشینی خیلی از ایرانی ها ضرری ندارد، زیرا در شرکت های موفقی مانند سامسونگ کار نمی کنند که بسته شدن آن شرکت ضررهای به مملکت و دیگران بزند که سود هم دارد، زیرا حداقل دزدی و دروغ و گران فروشی و دست در جیب دیگران کردن کمتر میشه. امید میگه یکی از معجزات دولت روحانی در دوران کرونا اینه که رئیس دولت میگه بعدش سخنگوی دولت حرفای روحانی رو تکذیب میکنه. اونطوری گفتم پیام ها بسیار فرصت اندک، ای فرصت شد البته بازم برمیگردیم. فعلا بریم سراغ ورزش. که خبرهای ورزشی ما همین روزها شده عمدتاً خبرهای کرونا در ورزش، چون رویدادهای ورزشی هم به تمام کرونا زده است و در این باره دیروز وزیر ورزش ایران صحبت‌های کرده، از جمله درباره برگزاری مسابقات لیگ‌های فوتبال ایران. کاوه مشکات. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش ایران گفته که برگزاری مجدد لیگ‌ها پس از پایان دوران کرونا اینجوری نخواهد بود که لیگ‌ها یک دفعه شروع بشن و به تیم ها فرصت داده خواهد شد که بتونن خودشون رو دوباره آماده بکنن، به خاطر اینکه میدونیم بسیاری از تیم ها در رشته های مختلف ورزشی از شرایط آمادگی به دور هستند و همین مسئله زمان خواهد برد. در نتیجه آقای سلطانی فر وزیر ورزش گفته که تیم ها شرایط لازم برای حضور در مسابقات رو خواهند داشت، با توجه به اینکه یک ماه و نیم هستش همه رقابت های ورزشی در ایران تعطیل هست. و حالا میخوای کاوه از اینجا بگیم از انگلستان که دیروز لیگ برتر فوتبال انگلستان هم جلسه‌ای داشت و در این جلسه موضوعاتی مطرح شد که ظاهراً به نتیجه‌ای نرسید، درسته؟ بله، میتونیم بگیم به نتیجه‌ای نرسید، به خاطر اینکه پرمیر لیگ در یک بیانیه‌ای که صادر کرد از بازیکنان تیم‌های مختلف خواسته که 30% از مبلغ قراردادشون در واقع کمتر حقوق بگیرن و اون هم به این دلیل هستش که این تیم‌ها بتونن حقوق بقیه کادر خودشون رو پرداخت بکنن و بتونن شغل اونها رو حفظ بکنن. حالا این پیشنهاد باید بره به اتحادیه حرفه‌ای بازیکنان، اونجا دربارش باید صحبت بشه، اتحادیه بازیکنان باید در این مورد مشورتی با خود بازیکنان داشته باشه و در نهایت ببینیم که آیا بازیکنان قبول میکنن که این کار رو انجام بدن یا نه. البته باید بگم که بعضی از تیم‌ها به صورت مستقل اعلام کردن که حقوقشون رو کمتر میکنن، یا بازیکن‌هایی بودن که در لیگ‌های مختلف اروپایی اعلام کردن که کمتر حقوق میگیرن، مثلا در باشگاه بارسلونا، ولی هنوز اینجا مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. در جلسه دیروز یک مسئله دیگه هم مطرح شد و اون هم بحث این هستش که فعلا در حال حاضر مثل لیگ‌های دیگه اروپایی، مثل لیگ فرانسه یا اسپانیا، تاریخ مجدد برگزاری بازی‌ها مشخص نیست و تو بیانیه لیگ برتر به این مسئله اشاره شده که تا زمانی که وضعیت امن باشه و امکان مناسب برگزاری مسابقات وجود داشته باشه مسابقات تعطیل هست و برگزاری مجدد با نظر دولت و نظر کارشناسان بهداشتی در واقع برگزار خواهد شد و لیگ دوباره شروع خواهد شد. حالا نوبت موسیقیه. ایستگاه آخر شنبه همونطور که فکر میکنم میدونین هفت شنبه است. تازه های موسیقی پاپ ایران با علی همدانی. شما در این روزهای بسیار عجیب به خیر، امیدوارم حال و احوال همه شما هر جا که هستید خوبه، اگه نیستید هم خوبش میکنیم. چطوری؟ باور کنید موسیقی بر هر درد بیدرمان دواست، علل خصوص در قرنطینه، علل خصوص وقتی پای خاطر بازی میاد وسط، به ویژه وقتی خواننده مزبور اصرار داره که ای دل تو خریداری نداری، شدی و یاری نداری، ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری، نفرین به تو ای دل دل غافل، تو که گرمی بازاری نداری، ای دل تو خریداری نداری. مثل کبوتر میاد یه روز رو با
دلم فراونه نمیدونم کجا بریزم در هر شنبه بریم سراغ ترانه‌های تازه. اولی حرف از هوای چیزی رو داشتن میکنه، اشاره به حال روز همه ما این روزها. اسم مستقیم قرنطینه رو نیاورده ولی صحبت از وقتی کرده. خواننده این ترانه مازیار فلاحی که آدم در یک جایی هوای چیز دیگه رو میکنه. ترانه با همین نام. دلم میخواد باز دلم میخواد یه یار تن ناز دلم میخواد هوای شیراز دلم میخواد یه بال پرواز دلم میخواد صدای سنتور دلم میخواد یه یار مغرور دلم میخواد چشاتو بدجور دلم میخواد یه جور و صد جور دلم میخواد آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم ساقی گلم یار خوشگلم ساقی گلم بگم عزیزم عاشق نگاتم خراب رفتار اون چشاتم بگم همش کاش بمونی با من بگم عزیز عاشق نگاتم خراب رفتار اون چشاتم بگم همش کاش بمونی با من دلم میخواد باز کنار تو بشم همش بیقرار تو دلم میخواد یار من بشی غریب و دلدار من بشی آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم ساقه گلم آهنگ اکست از حسین توهیه دل دل ببینم داری میری نشتبم که بریدی مگه بد کرد دلم با تو جدیدن گوشه گیری مگه بد کردم عشق تو باور کردم یه گوشه ای تو قلبم تو رو نوازش کردم مگه بد کردم عشق تو باور کردم یه گوشه ای تو قلبم فقط به تو فکر کردم دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت به نظر یه وقت کم تر شه دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت به نظر یه وقت کم تر شه بمون قطرمو بدون درد تو درد قلبمه وابسته ای بجون آره بجون خودت میگذره سخت بدون خودت یکی یه دونه تویی بگو نمیتونی بدون تویی مشکلاتو دک میکنیم هم دیگر رو درک میکنیم معتاد هم دیگه شدیم و بقیه رو ترک میکنیم دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت به نظر یه وقت کم تر شه دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت به نظر یه وقت کم تر شه تازه ترین ترانه های ایرانی ترانه جدید محسن یگانه هم بسیار قشنگه اسمش از خودخواهی خودخواه و حریص پی یه چیزی که نیست تو مثل همیشه رد میشی و میشه دوباره سکوت یه راه رو برود یه جای نفر از من بیخبر همیشه همینه نه خدا نبینه صبورم همیشه اینجوری نمیشه تو یادت نمیاد باید یادتو دار میچه
زمونه اینجور نمیمونه. حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی باشه، منتظرت میمونم من، خسته میشی میدونم من. حالا میخواد هرچی باشه، عشق بدی ترکی باشه، منتظرت میمونم من، خسته میشی میدونم من. یادی از ایام، بریم به گذشته ها، بریم بشنویم از سولی ترانه ای رو که از افغانستان به ایران اومد، حال که دیوانه شدم. تا هفته بعد. حال که دیوانه شدم میرویم، بی سر و سامانه شدم میرویم، حال که دیوانه شدم میرویم، بی سر و سامانه شدم میرویم، میرویم افسانه شدم میرویم، میرم یا افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی. نیست کسی اون مثل تنهاییم، وای به حال سر سوییم، نیست کسی اون مثل تنهاییم، وای به حال سر سودانیم، تشنه پیمانه شدم میرمی، سوار چو پروانه شدم میرمی. یار تو هم یار وفادار تو، سوخت مرا شده یه رخسار تو، یار تو هم یار وفادار، حال که دیوانه شده میروی، بی سر سامانه شده میروی، که امیدوارم هرگز بی سر سامانه نشین. هفت شنبه بود از علی همدانی که با آهنگ ماندگار سولی تمام شد و اون خواننده مزبور رو هم که در آغاز برنامه میگفت حتما شناختین که لیلا خانم فروهر بود. خوشبختانه تا یه برنامه فضایی باز شده برای پیام‌های بیشتر شما. از فیسبوک از افشین بخونم، میگه متاسفانه در خیلی از کشورها مانند انگلستان نه تنها پزشکان بیماران رو قبول نمی کنند، بلکه بیمارستان ها هم خیلی خیلی به سختی از پذیرش بیماران استقبال می کنند. دولت ها باید شرایط درمانی رو بهتر کنند قبل از اینکه بیماری های دیگر هم در کنار کرونا باعث تلفات بشه. علی رضا شمس میگه که امیدوارم خاطره های خوبی به زیبایی بهار برای خودمون بسازیم. نس میگه که بعضی ها مبتلا هستن ولی خودشون هم خبر ندارن و میان بیرون و اگه سرفه و عدسه کنن این ویروس تا 4 ساعت میمونه، پس زدن ماسک برای همه که میرن بیرون لازمه. این رو نس نوشته. فرصت اندکی داریم که به تلگرام هم نگاه بکنیم. فرشید میگه که تداوم تعطیلی مشاغل بخش خصوصی در صورت عدم ایجاد زیرساخت حمایتی مالی لازم، مشکلات اقتصادی ایشان و به تبع آن کشور را بیشتر خواهد کرد. و سید جواد میگه که اروپایی ها که مثل چی تو کرونا دست و پا میزنن، حالا شما هی از ایران دم میزنین. ایران خیلی بهتر کنترل کرده. بازرس آلمانی سازمان بهداشت هم شگفت زده شده بود و خطاب به من گفته وطن فروش. سامان میگه که این که چرا ایران به شکل رسمی از آمریکا برای گفتگو و ایجاد تفاهم و رفع تحریم‌ها در این شرایط سخت کرونایی دعوت نمی‌نماید، جای ابهام فراوان عملکرد رهبران
ایران را دارد. اندک اندک رسیدیم به پایان ساعت اول چشمانداز بامدادی در بامداد شنبه 16 فروردین 1399. از همراهی تک تک شما سپاسگزارم. به همراه محمد صباحی، نیک رندل و جلال فرهنگ از چشمانداز بامدادی بی بی سی داریش رجبیانم.